امین سلسال و شما خواهش میکنیم که رجعت داشته. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون مرکز به میزبانی ولایت غزنی با قهرمانی تیم امید وطن نماینده ولایت میدان وردک به پایان رسید. جام فوتسال رادیو جوانان در زون مرکز به میزبانی ولایت غزنی با شرکت تیم های ولایت های بامیان، دایکندی، غزنی و میدان وردک روز گذشته به پایان رسید. در نخستین دیدار این پیکارها تیم شاروالی شهر نیلی نماینده ولایت دایکندی مقابل دیار صنایع غزنی بر رقابت پرداخت که بعد از دو نیمه جذاب و تماشایی تیم دیار صنایع با پیروزی 4-3 به دیدار نهایی این رقابت ها رسید. در دومین دیدار این رقابت ها تیم های المهدی بامیان و امید وطن میدان وردک بر رقابت پرداخت که در نهایت تیم امید وطن میدان وردک با نتیجه پرگل 7-6 تیم المهدی بامیان را شکست داده و راهی فاینل شد. در فرجامین دیدار این پیکارها تیم های امید وطن میدان وردک و دیار صنایع با هم روبرو شدند که حضور بی پیشینه هواداران در جمنازیوم ثقافت اسلامی به حساسیت این دیدار افزوده و در نهایت این دیدار با نتیجه 4-3 به سود تیم امید وطن میدان وردک به پایان رسید. این بازی را به جوانا و به قشر ورزش دوست افغانستان برگزار کردیم و پذیرایی که در ولایت غزنی از ما شد خیلی عالی بود. ما بسیار خوش هستیم و فراتر از تصور این جمع و جوشی که اینجا مردم آمدن ما خیلی خوش هستیم. یک چیز دیگر هم فراموش نباید بکنیم که قهرمان زونها بعدن در یک سلسله رقابت های دیگه به نام جام سوپر جام رادیو جوانان در او اشتراک میکنن که از این 34 ولایت افغانستان در مجموع 8 قهرمان ما میداشته باشیم و می 8 قهرمان باز در مرحله بعدی که به نام سوپر جام است در اونجا اشتراک میکنن و او رقابت ها قرار است در کابل برگزار شود در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان. ما ان شاء الله کوشش 100% خود کردیم که یک میزبان خوب باشیم. البته به خاطر که دهاینده هم نام غزنی را هر تیمی که سر زبان بیاره و بگه که ما غزنی میریم کوشش 100% خود کردیم. مردم ما، خود ما، همکارای فدراسیون ما، البته ورزشکاران ما، کلگی چیزی سعی و تلاش که دارن در خرج دادن به خاطر که یک میزبان خوب باشیم. قابل ذکر است که تیم امید وطن با این قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. نصرت حسینی از تیم امید وطن بهترین بازیکن، طوفان شریفی بهترین گلزن و محمد اکبری بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها شناخته شد. بازیکن‌های در سطح دایکلی که بودن فعلا ما اولین بار است که در بازی زون حضور داریم. دیگر فدراسیون ما در رسمیت شناخته نشده بود. اولین باری که اومدیم در دایکلی چهره های خیلی مشهور رو داریم که انشالله بتانیم در سطح بین المللی با معرفی بگیریم. گفتنی است که رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان میان 34 ولایت افغانستان در قالب 8 زون در حال برگزاری است و قهرمان زونهای 8 گانه در دیدارهای سوپر جام رادیو جوانان مقابل هم به میدان خواهند رفت.